افشای نامه گروگان دیگر در های جمهوری اسلامی در آستانه بررسی لایحه مبادله محکومان میان بلژیک و ایران این بار یک مدیر های بینالمللی حقوق بشری تحقیقات ایران اینترنشنال نشان میدهد نام این زندانی اولیویه وندکاستیل شهروند بلژیکی و یک ساله است که دست کم از سال 2006 در تعدادی از سازمانهای بشردوستانه بینالمللی در هند افغانستان مالی و ایران به امور خیریه و امدادرسانی مشغول بوده است. همزمان با انتشار این خبر از ایران اینترنشنال وزیر دادگستری بلژیک امروز در جلسه کمیسیون خارجی مجلس دستگیری یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد و خانواده این شهروند بلژیکی هم در بیانی زمن نگرانی از وضعیت او و کاهش وزن شدیدش اعلام کردند از 24 فوریه سال جاری بازداشت و بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی در زندان اوین است و آنها تنها یک بار با او صحبت کردند اولیوی وند کاستل دست کم بین سالهای 2015 تا 2021 مدیر بخش ایران در سازمانهای بین از جمله مدیر عملیات شورای پناهندگان نروژ در ایران و سازمان ریلیف اینترنشنال بود همین سمت را در سال 2020 در سازمان امداد بینالملل ایران بر عهده گرفت سازمانی که در سال 1382 و پس از زلزله ویرانگر بم از سوی فرشاد رستگار یک شهروند ایرانی آمریکایی تاسیس شد او در زمان اوجگیری کرونا در ایران نقش مهمی را در ارسال و توزیع کمک‌های بشردوستانه به کشور ایفا کرده است. امداد بین‌الملل در ایمیلی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که از بازداشت وندکاسل در ایران اطلاعی ندارد. این در حالی است که اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد مسئولان این سازمان نه تنها از بازداشت او مطلع بودند بلکه به دلایلی که به نظر می رسد مسائل داخلی امداد اینترنشنال بوده این شهروند بلژیکی از سمت مدیر در این سازمان کنار گذاشته شده و به اروپا بازگشته اما یک منبع آگاه بیران اینترنشنال گفت که برکناری وند کاستیل ممکن است ناشی از فشارهای اداره امور اطبا و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران باشد و بلژیکی سپس دوباره و این بار با ویزای توریستی برای ملاقات با یک دوست به ایران بازگشت بازگشتی که احتمال می رود. نتیجه تله نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای بازداشت و مبادله او با اسدالله اسدی دیپلمات امنیتی محکوم به 20 سال زندان در بلژیک باشد سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی برای رسیدن به خواسته هایش و بازگرداندن بازوهای عملیاتیش از اروپا به کشور که مخالفان معتقدند تصویب لایحه استرداد مجرمان به ایران در پارلمان بلژیک چیزی به جز تشویق جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت گروگانگیری و تروریستیش در سراسر جهان نیست. پریسا صادقی لندن